سلام، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو میخوایم دور زدن کپی رایت اینستاگرام رو با هم دیگه یاد بگیریم. یکی از مهمترین بخشای کار ودینگ اینه که آقا نمونه کاراتو بذاری توی شبکه‌های اجتماعی دیگه. حالا محبوب ترین شبکه اجتماعی که الان توی این برهه زمانی هست اینستاگرامه و خیلی پرطرفداره. و اگه یه آتلیه، تدوینگر، فیلمبردار تو هر کدوم از این حوزه ها باشی، خب بخوای نمونه کارو بذاری، مهمه واسهت و مشتری میاد واسهت. ولی خب این کپی رایت اینستاگرام یه کاری کرده که نمیشه اصلا دیگه هیچ موزیکی رو گذاشت. قدیم باز موزیکای ایرانی میشد استفاده کرد، اما الان موزیکای ایرانی هم کپی رایت میخورن و خیلی سفت و سخت‌تر شده این قوانین کپی رایت اینستاگرام. چیز طبیعیه، به هر حال تو ایران اینجوریه که این مبحث کپی رایت اینقدر مهم نیست و کسی رعایت نمیکنه. اما خب به هر حال ما داریم اینجا زندگی میکنیم و طبیعیه که بخوایم با همین چیزایی که اینجا هست یه کاری کنیم که این کپی رایت ذره دور زده بشه. حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ وقتی ما بخوایم یه موزیکی رو آپلود کنیم که کپی رایت داره، خب قدیم اینجوری بود که خب باید میرفتیم سراغ موزیکایی که کپی رایت نداشت و راحت هم بود پیدا کردنش. چرا؟ چون مثلا از 10 تا موزیک شاید 2 تاش کپی رایت میخورد مثلا 3-4 سال پیش، اما الان از 10 تا موزیک شاید 9 تاش کپی رایت بخوره. موزیکایی که برای ودینگ مناسبه، موزیکای ودینگ هم اکثرا کپی رایت دارن دیگه، حالا چه ایرانی چه خارجی. دو تا روش میخوام بهتون بگم که هر جفتشو تست کردم و جواب گرفتم. یه روش که خیلی در واقع بدون درد سره اسلایدی کردنه. یعنی چی؟ یعنی که شما اگه مثلا یک ویدیو یک دقیقه‌ای دارید اون موزیکش کپی رایت داره، موزیکتون رو، ویدیوتون رو تو مثلا 4 تا پارت کنید یا 3 تا پارت کنید زیر 20 ثانیه. هر پارت زیر 20 ثانیه، حالا هر چقدر میشه، خب مثلا یک دقیقه میشه فکر کنم 3 تا پارت زیر 20 ثانیه، 19 ثانیه، 18 ثانیه، هر پارت رو اسلایدی کنید و کوچیک کوچیک اینا بگیرید. یعنی مثلا اگه پستتون این کلا اینه، خب بیاین اینجا از این قسمت اینجا رو 18 ثانیه مثلا همون 19 ثانیه یه او بزنید. خب این چند ثانیه رو رندر بگیرید، یعنی این 20 ثانیه رو جدا رندر بگیرید، بعد دوباره پارت بعدی از اینجا میایم تا جلوتر که اینم 20 ثانیه بشه. حالا بعد یه کنترل ام بزنید اینجا بهتون تایم رو نشون میده. این مثلا 20 ثانیه بیشتر شده، من یه بک اسپیس میزنم یه ذره کمش میکنم، دوباره یه کنترل میزنم میبینید شده 19 ثانیه. اینجا پارتو بهتون میگه پارت پارت 20 19 ثانیه‌ای بکنی تا کپی رایت نخوره. معمولا اینستاگرام خب چون به خاطر حالا ریلز و این داستانا ویدیوهای کوتاه رو کپی رایت نمیزنه، خب هم حتی اگه اون موزیک کپی رایت داشته باشه. و با این روش خیلی راحت میتونید ویدیوهاتون رو اسلایدی کنید تو 2 تا اسلاید، 3 تا اسلاید، 4 تا اسلاید، تا 10 تا اسلاید میشه آپلود کرد دیگه، بذارید. و روش خوبیه. سایز پست ها هم که خب دستتون بازه دیگه، میتونید حالا سایز بزرگ بذارید، لندسکیپ بذارید، تنها سایزی که نمیتونید تو اسلایدی بذارید 10-18-20 سایز ریلزه. ولی خب به هر حال یه روشیه که خیلی کاربردیه. روش اصلیه اینه. که ما همون ریلز رو آپلود کنیم، بیشتر از 20 ثانیه آپلود کنیم اما کپی رایت نخوره، ولی موزیکمون کپی رایت داشته باشه. این دیگه میشه دور زدنش. چیکار کردم من؟ روشی که جواب گرفتم ازش. ببینید این موزیک الان کپی رایت داره. من اینو زیاد نمیتونم پخش کنم براتون چون یوتیوبم کپی رایت میخوره. اینجا یه موزیکه. خب این موزیک کپی رایت داره. من اینو توی پیج دیگه‌ای که حالا پیج اصلیم نیست، یه پیج دیگه ای آپلود کردم و یه تصویر همینجوری سیاه گذاشتم روش با یه متن تست، کپی رایت خورد. اما وقتی این کاری که الان بخوام بهتون بگم و انجام دادم، این موزیک کپی رایت نخورد و دور زده شد. حالا چه جوریه این بیسش؟ ببینید کلا هوش مصنوعی اینستاگرام آدم نیست که طرف متوجه بشه، یه هوش مصنوعیه، بر اساس یه الگوریتمی کار میکنه و موزیکا رو تشخیص میده که این موزیک آیا کپی رایت داره یا نداره، موزیکایی که ثبت شدن توی در واقع دیتابیسشون. حالا موزیکا بر چه اساس میتونه شنیده بشه؟ بر اساس اکولایزرایی که دارن دیگه. یک موزیک اکولایزرای مختلفی داره دیگه، مثلا این موزیکه، این موزیک اکولایزر داره و ما اگه بیایم یه اکولایزرشو یه ذره تغییر بدیم اون نتیجه دیگه شکل نمیگیره. چه جوری؟ استفاده از یک موزیکی که کپی رایت نداره و خود اینستاگرام تاییدش کرده. حالا این موزیکا از کجا بیاریم؟ زیادن، کافیه که تو گوگل سرچ کنید اینجا No copyright music for Instagram
کلی سایت هست، مثلا همین سایت آرتلیست، این سایت سایتی که موزیک رو به شما رایگان بدون کپی رایت تحویل میده، موزیک های بدون کلام بدون کپی رایت، یعنی موزیک هایی که کلام نداره چون دیگه تو هم میشه. یه موزیک رو انتخاب کنید که حالا بیت بالایی هم داشته باشه خوبه، فرقی نمیکنه، و دانلودش میکنید. من مثلا این موزیک رو انتخاب کردم، این موزیک رو من الان انتخاب کردم، اینا البته اینجا ها رو استفاده نمی کنیم دیگه، همون چند ثانیه رو. از این موزیک ها زیادن که بدون کپی رایتن و خیلی راحت پیدا میشن. حالا ما این موزیک رو چیکار میکنیم؟ میایم میذاریم زیر این موزیک اصلیمون. خب به صورت عادی اینجوری شنیده میشه، اشت اصلا داغونه، ولی میایم لولش رو میاریم پایین، یعنی زنین رو بزرگ کنید یا اینکه از اینجا لول خاموش کنید بیارید پایین. ما میاریم پایین، میذاریم مثلا روی منفی 22.3. خب الان دیگه شنیده نمیشه، خیلی کم شنیده میشه. ببینید، یا میشه حتی جایی که اکولایزر داره رو استفاده نکنیم، مثلا بیایم اینورا رو استفاده کنیم، جایی که یه ذره کم بیت تره و تا جای ممکن مشکلمون رو حل کنه. بذارید من اینو خیلی کم موزیر شدیم، حتی میشه بیشتر کرد، مثلا دیگه منفی 30 شنیده نمیشه، یعنی خیلی باید دقت کنیم منفی 30 منفی 28 اینا بذاریم، بس دیگه موزیک داره. تا جایی که دیگه خیلی خیلی کم شنیده بشه، نه اینکه اصلا شنیده نشه، نذارید منفی 60، نه خب اونجوری بازم فرقی نمیکنه گذاشتن نذاشتنش، تا جایی که خیلی خیلی کم شنیده بشه، یعنی اصلا با یک اسپیکر عادی شنیده نشه، مگر اینکه یه هدفون خیلی خفن بذاری بیتا رو تشخیص بدی، تا جایی که خیلی خیلی کم شنیده بشه و به موزیک اصلی لطمه نزنه، و حتی اگه حالا این موزیک خودمون هم اوج بگیره که اصلا شنیده نمیشه، مگر اینکه موزیک خودمون خیلی بیاد پایین خودش، مثل این ورا که این ورا رو باز میشه چیکار کرد، این ورا رو هم یه کیفرم داد به این موزیک، به این موزیک بیت داره و باز هم بیشتر آورد پایین، جاهایی که موزیک خودمون میاد پایین اینو بیشتر بیاریم پایین که بازم شنیده نشه، و با این کار شما در واقع کپی رایت رو دور میزنید. و من اینو تست کردم، آپلود میکنم، کپی رایت نمیخوره، چند تا پیجم تست کردم و جواب گرفتم، فعلا اوکیه، اما دیده شده که یه پستی آپلود میشه کپی رایت نمیخوره، دو ماه دیگه سه ماه دیگه اینستاگرام میاد کپی رایت میزنه. این دیگه شانسیه، این دیگه واقعا نمیشه هیچ کاریش کرد، اما این روش تا حد خیلی خیلی زیادی به شما کمک میکنه برای اینکه کپی رایت اینستاگرام رو دور بزنید. و اگر هم خودتون راه و روش بهتری دارید حتما تو کامنت ها بنویسید، چون که مهمه دیگران از نظرتون استفاده میکنن، از تجربتون استفاده میکنن، یا اگر هم اینو استفاده کردید نظرتون رو بنویسید، اگر تجربه‌ای دارید در این زمینه حتما اشتراک بذارید نظرتون، اگر براتون مفید بود که باز هم مرسی از اینکه حمایت کنید و این ویدیو رو لایک کنید و برای کسی که نیاز داره بفرستید. مرسی که تا آخر همراه هم بودید، امیدوارم که این روش براتون مفید باشه و ازش استفاده کنید. دمتون خیلی گرمه، عاشقتونم، تا یک ویدیوی دیگه و یک آموزش دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.